و دنبال نگرانی ها از نبود زمینه کار برای افراد معتاد به مواد مخدر پس از درمان، مدیریت مبارزه با مواد مخدر بران شده تا این افراد را به منظور کار به معدن نمک قوریان بفرستد. به تازگی امروز یک گروه 60 نفری از افراد درمان شده به معدن نمک قوریان فرستاده شدند. با گفته مسئولان این اقدام به هدف جلوگیری از اعتیاد دوباره این افراد به مواد مخدر اجرایی می شود. نو پدې کې موږ اول پړاو کې څلروش کس واستول، په دوم پړاو کې مو 50 کس واستول، نن موږ 50 کس واستول، کله چې دوی ورځ درې ورځې بعد بیا 50 کس نور پسې واستو. خو تقریبا مرحله په مرحله باندې موږ دا کسان هسته 1500 کسان پر کو چلته، موږ ته دوی ته د 1500 کسانو د کار زمینه ورته مساعده کړې ده او هلته دوی خپل کار کوي. بعد از سالها درد و رنج و دوری از جامعه، حالا فرصتی فراهم شده تا این افراد با شروع کار امید تازه یابند و دوباره به جامعه یک جا شوند. این افراد میگن که از فرصت پیش آمده برای رهایی از اعتیاد و بازگشت دوباره به آغوش خانواده استفاده می کنند. خدای 100,000 بار منتبه خدا اند پاس و سپاسگزار و شکر میکشم که از این درد خانمانسوز خدا اند پاک به منجا همی در مخلوق مر حساب کو جمع کرد، باید امیت جای انداختون کالک شکر جانم از صحت ما خوبه به حساب وقت ما خوش تر میشه و خود ما با خوش رضایی خود خو بیامادم به حساب دست بالا کنم که من حاضرم که کار کنم، یک ماه باشه، دو ماه باشه، پنج ماه باشه، یک سال باشه. امروز میبینیم داخل کوچه ها، داخل بازارها، داخل زیارت ها، همه گونی به کفت اینای معتاد ها میبینیم. ما از اینا باید پند بگیریم که دنبال از این کار مواد مخدر نریم، آغشته به مواد مخدر نشیم، خانواده هم و ایرون و سرگردان زن و چه پریشون نشه. بسیار عدیست ها ما زن ها اینا طلاق گرفته، بیوه شده، بچه ها اینا ایرون و سرگردان جامعه همه پریشون واقعا از دست مواد مخدر. بر اساس آمارهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر، قرار است به تعداد 500 نفر از افراد معتاد پس از درمان در معدن نمک قوریان به کار گماشته شوند. با این حال مسئول استخراج این معدن میگوید در صورتی که جلو واردات نمک از کشورهای همسایه گرفته شود، آنان می توانند برای تعداد بیشتری زمینه کار را فراهم کنند. یکانه مشکل که صدرهای ما هست، ما امکانات داریم که برای 2000 نفر ما ایجاد شغل کنیم، اما متاسفانه واردات نمک ایرانی، واردات نمک پاکستانی باعث از این میشه تا استخراج ما کم بشه، تقاضای بازار کم بشه. در صورتی که امارت اسلامی و مسئولین زیرب در واردات همکاری کنن که واردات یا تعرفه نمک وارداتی بالا ببرن، ما میشه که امکانات بیشتر روی دست بگیریم و نمک بیشتر استخراج کنیم و تا بتونیم زمینه کار برای 2000 نفر انشالله ایجاد کنیم. آمار مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات نشان می‌دهد که همکنون بیش از 5000 معتاد به مواد مخدر در مراکز درمانی و کمپ‌های ترک اعتیاد تحت درمان قرار دارند و که تلاش‌ها برای فراهم‌سازی زمینه کار برای آنان جریان دارد.